درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. در این ویدئو میپردازیم به خطرناکترین جاده دنیا. در سال 2016 جاده D915 بایبورت در ترکیه با 106 کیلومتر طول به عنوان خطرناکترین جاده دنیا انتخاب شد. این جاده هر سال جان افراد زیادی را می گیرد و مسیر پرپیچ و خم آن به قدری خطرناک است که حتی جاده مرگ در بولیوی را هم پشت سر گذاشته است. در ادامه این ویدئو با ما همراه باشید تا به جزئیات این جاده بپردازیم. این جاده که در دامنه‌های کوه سوگانلی قرار دارد، توسط سربازان روس در سال 1916 ساخته شد که این جاده با 29 پیچ تند به عنوان سخت‌ترین مسیر برای رانندگی شناخته می‌شود و در بعضی از پیچ‌های آن با یک حرکت نمی‌توان پیچید. جالب است که هیچ محافظی در لبه‌های جاده وجود ندارد تا از سقوط ماشین‌ها به دره جلوگیری کند. در روزهای سرد زمستان مرتب خبر می‌رسد که بخش‌هایی از این جاده به خاطر برف و یخبندان بسته شده است. در این جاده برعکس جاده مرگ در بولیوی خبری از گردشگران خارجی نیست و مسافران آن خود مردم ترکیه هستند که با انواع مختلفی از وسایل نقلیه مثل کامیون و یا موتور به این جاده می روند تا در بین شهرها رفت و آمد کنند. و اما جاده‌ای که توسط آن از وسط اقیانوس می گذرید. هیچ چیز به اندازه اقیانوس قدرتمند نیست. در دنیا مکانهای کمی را پیدا می کنید که جاده‌ای داشته باشند که بتوانید در آن خیلی به اقیانوس نزدیک شوید. به اندازه ای که خودتان را جزی از آن احساس کنید. در جاده اقیانوس اطلس که می توانید طوفان‌های زمستان و تأثیرات آن و روزهای گرم و درخشان آفتابی را ببینید که البته رانندگی در این جاده یکی از هیجان انگیزترین رانندگی های زندگیتان خواهید بود. جاده ای باریک و زیبا که از وسط اقیانوس پهناور می گذرد. این جاده به زیبایی تمام از جزیره ای به جزیره دیگر با 7 پل زیبایش پیچ خورده و مناظرها و چشم‌اندازهایی که در اطراف آن وجود دارد باعث شده تا تجربه رانندگی در این جاده به منحصر به فردترین تجربه های دنیا تبدیل شود. سفر جاده ای که شما را از زمین های بارور و حاصلخیز به سمت جاده ساحلی بی نهایت زیبایی می برد. اگر شانس سفر به نروژ را داشتید، حتماً زمان بگذارید و از این جاده در هنگام طلوع خورشید دیدن کنید. منظره ای تماشایی که هیچ وقت فراموش نخواهید کرد. جالب است که بدانید این جاده به عنوان زیباترین مسیر رانندگی جهان معرفی شده و بزرگترین ویژگی آن هم آشتی پل با طبیعت است. این پل که شمال و جنوب نروژ را به هم متصل می کند، به همراه زمین‌های اطراف آن به یک منطقه توریستی تبدیل شده و صنعت ماهیگیری در آن به شدت رونق پیدا کرده است. طول این مسیر حدود 8274 متر و عرض آن حدود 6.5 متر است. در کنار این منطقه امکانات تفریحی زیادی مثل سالن‌های غذاخوری، سایت‌های غواصی و سایت‌های ماهیگیری هم قرار داده شده است. شاید تا حالا در لبه یک پرتگاه رانندگی نکرده باشید و حس آن را ندانید. رانندگی در جاده اقیانوس اطلس یعنی رانندگی بر لبه تیغ و هیجانی که در این کار وجود دارد در کمتر فعالیتی از دنیا می توان پیدا کرد و افرادی که عاشق ماشین سواری و موتور سواری اند آرزو دارند تا برای یک بار هم که شده بتوانند از آن دیدن کنند. در مورد تاریخچه جاده اقیانوس اطلس باید گفت که در ابتدا قصد داشتند تا جزیره ها را ریل کشی کنند و با خط راه آهن به هم وصل کنند.
اما بعداً این پروژه کنسل شد تا اینکه در دهه 70 میلادی ساخت این جاده شروع شد و در سال 1989 هم افتتاح شد. جالب است بدانید که این جاده تا حالا بیشتر از 11 طوفان سهمگین را پشت سر گذاشته است، اما کوچکترین آسیبی ندیده است. در مورد آب و هوای این منطقه هم باید گفت که اصلاً قابل پیش بینی نیست و ممکن است در حالی که صبح را با آفتاب طلایی رنگ شروع کرده اید، در غروب تماشاگر برف باشید. در عنوان دیگر می‌پردازیم به آپیان، اولین جاده‌ای که سنگ‌هایش با هم رشد می‌کنند. رومی‌ها به چیزهای مختلفی معروفند، اما از بین همه آنها جاده‌ها، پل‌ها و کانال‌هایی که ساخته‌اند اهمیت بالاتری دارد و این موارد در کنار هم راه‌های ارتباطی قوی به وجود آورده که نقش مهمی را در محبوبیت بیشتر رومی‌ها در آن زمان داشته است. اولین جاده‌ای که رومی‌ها ساختند جاده آپیان نام دارد که هنوز هم مانند قبل وجود دارد و بر روی آن رفت و آمد می‌شود. جاده‌ای که نشان دهنده هوش رومی‌های قدیم است. جاده‌ها در گذشته نقش بسیار مهمی داشتند و هر قدرتی که می‌توانسته در آن دوران جاده‌ای بسازد، نام خود را پرآوازه می‌کرده، چرا که این جاده‌ها بودند که امپراتوری‌های روم را با هم متحد نگه می‌داشتند. رومی‌ها در گذشته جاده‌های زیادی ساختند که یکی از مهم‌ترین جاده‌های طولانی که رومی‌ها در دوران امپراتوریشان ساختند، جاده آپیان نام دارد. این جاده توسط شخصی به نام آپیوس کلادیوس کائسوس در سال 312 قبل از میلاد مسیح ساخته شد. جاده‌ای طولانی که 212 کیلومتر طول داشت و روم را به شهر باستانی کاپوا متصل می‌کرد. اما در سال 244 قبل از میلاد مسیح این جاده گسترده تر هم شد و 370 کیلومتر دیگر به آن اضافه شد تا به بندری به نام بروندیسیوم هم که در کناره های دریای آدریاتیک بود بتوانند دسترسی داشته باشند. ساختار آپیان از سنگ های محکمی است که با سیمان در کنار هم نگه داشته شدند و سعی شده تا بین سنگ ها کاملا با سیمان پر شود و سطح صافی را برای رفت و آمد به وجود بیاورد. تصور کنید این سنگ‌ها به اندازه‌ای به هم نزدیک درست شده اند که یکی از تاریخ‌دانان در این مورد گفته که وقتی به جاده سنگی آپیان نگاه می‌کنید به نظر می‌رسد که سنگ‌ها با هم رشد کرده اند تا اینکه در کنار هم گذاشته شده باشند. امیدواریم از این ویدیو استفاده لازم رو برده باشین. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت کنین و بنویسین که میپسندین در رابطه با چه موضوعاتی براتون ویدیو تهیه کنین. تا درودی دیگر، بدرود.